برنامه خداوند بزرگ و بلند مرتبه. سلام، به ویژه برنامه 100 ثانیه به مناسبت عید قربان خوش آمدین. و امشب دوستایی که دعوت کردیم در برنامه کسایی هستند که بلندترین نمره را در امتحان کنکور داشتن و محصلین 15 طب هستند. ازشان دعوت میکنیم که بیاین و برنامه 100 ثانیه و رقابت آغاز شود. نیک محمد نوری، محمد امین اسد، نیک محمد عزیز سلام، خوش آمدین. و واصل ساروان، واصل جان سلام. سلام علیکم، خوب هستین؟ ساروان خوب هستین؟ خودتون خوش آمدین؟ خیر باشین. همتون خوب هستین؟ عیدتون مبارک باشه. عید شما مبارک. خوش آمدین. ام سین فیستن دیگه هر سیتون. بله ام سین محصلین 15 طب پانتون کابل و کسایی که در امتحان کنکور بلندترین نمره را داشتن. خب بیان خیلی که ای که بلندترین نمره چیگونه پیدا کردین، حاصل کردین و به دست آوردین، از کدام مکتب فارغ شدین؟ اینم کوتاه درباره خود معلومات بدین. خب امین جان خود شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد امین اسد هستم، فارغ صنف 12 از لیسه عالی عبدالحی حبیبی، محصل سال اول 15 طب معالجوی پانتون طبی کابل. ورزش های مورد علاقه ام فوتبال و کرکت می باشد و یک شخص اجتماعی می باشد. خب بسیار خوب. در مکتب عبدالحی حبیبی شما مکتب خلاص کردین و صنف 12 چند نمره فارغ شدین؟ اول نمره عمومی مکتب عبدالحی حبیبی. خب بسیار عالی. و چند نمره داشتین در کنکور؟ در کنکور 324 نمره داشتم. در حساب کسایی که بلندترین نمره در کنکور میگیره چندمین نفر بودین؟ 155 نفر. خواه بسیار عالی. شما نیک محمد جان؟ من خداوند مهربان، نیک محمد نوری هستم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه 100 ثانیه. از لیسه عالی آریان افغان ترک فارغ شدیم، یکی از محصلین پانتون طبی کابل، پانتون طبی معالجوی هستم. در کنکور 326 نمره گرفتیم و در میان 80 نفر اول افغانستان در کنکور می رده بندیم. و ورزش مورد علاقه ام فوتبال است، ورزش های ذهنی هم شطرنج، و در ضمن از یک شخص آرام هستم نسبتا. بسیار عالی. نیک محمد عزیز خوش آمدی. دیگه یکی از آرزوها و خوابهایی بود که به پانتون طبی کابل کامیاب شدی که شدی. بله ورزش خوب. شما واصل جان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالواصل هستم، فارغ التحصیل صنف 12 لیسه عالی روشان ولایت لغمان و محصل در 15 معالجوی پانتون طبی کابل. و ورزش های مورد علاقه ام ورزش های رزمی می باشه و نسبتاً یک شخص آرام می باشه. بسیار عالی. چند نمره داشتین واصل جان در؟ من در کنکور 321 نمره داشتم. 321 نمره. و در سطح زون شرقی اول نمره عمومی کنکور. بسیار عالی. در زون شرق افغانستان واصل جان دانسته که اول نمره باشه در کنکور. خب چند سال با دکتری فاصله دارین؟ صحیح دکتر شوین؟ حدوداً 6 و نیم سال یا 6 سال. خب از مزاق یک نفر دیگه که دیگر صدا میکنین دکتر صاحب؟ بله ها، پتون توی هم ترس شروع سال دیگه دکتر صدا میشن کلگی مزاق میکنن دیگه مزاق که تقریبا بخاطر تا که دوری استاج خلاص نشه دیگه مکمل آدم دکتر گفتن همیشه چون محصل از کلگی. خب از ناز دیگه اگه اون تا میگه که دیگه دکتر صاحب انجینیر صاحب بر صورت موفق باشین. امشب دیگه مثل کنکور واره اینجا میگه امتحان است، قضیات دشوار نیست، 4 مرحله دارین، 10 پرسش هست، بساس کم از پرسش ها و مراتب کمتر از امتحان کنکور و امتحاناتی که در مکاتبی ها میباشه در پانتون میباشه. و یک جای باید کار کنین دیگه، همسنفی هم هستین، مسئله طب هم هستین، بلندترین نمره در کنکور هم داشتین، انشاءالله براتون ساده خواهد بود، اما اعتماد به نفس و دقت باید داشته باشین، باریکه ها رو متوجه باشین و ای که پرسش چی خواسته را باید تحلیل کنین و روزو باز پاسخ بگین. بریم به اولین مرحله و اولین پرسش، ببینیم که اولین پرسش چی است. مسجد نبوی در کدام سال بنا نهاده شد؟ الف اول هجری، ب دوم هجری، جیم سوم هجری. اول انتخاب اول برای سجاد که نشد. بله میگن که اول هجری و امین زیادتر مطمئن تر است از دوستا کرده. شما بله ما اولین اول هجری. اولین پاسخ چگونه است؟ اگر درست باشه 22500 به حساب امین، نیک محمد و واصل می پولشان هم همیشه اگر سبو کرده باشنش تو به اول خود بود. و پرسش مسجد نبوی در کدام سال بنا نهاده شد که دوستای عزیز انتخاب کردن میگن اول هجری درست است. بله
جواب درست است الف اول هجری. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زمانی که از مکه به مدینه منوره هجرت کردند، کوه به نام یثرب بود و مدینه منوره در اونجا در سال اول هجری مسجد نبوی را بنا نهادند و آرامگاهشان هم در مدینه منوره است. کاملا درست است، سال اول هجری صحیح است. پولی که میه به حساب دوستا 22500 است. کسایی که نپیوستند امشب مسجد پانزه طب پانتون کابل با خود داریم که پانتون تیبی کابل که اول نمره های کنکور هم بودن، در کنکور هم بلندترین نمره داشتن و در مکتب هم اول نمره بودن و اینجا ببینیم که چگونه آغاز بسیار خوب بود. میریم به پرسش دوم. درجه حرارت کدام حیوانات تابع محیطشان می باشد؟ الف ماهیان، بی پرندگان، جیم زو حیاتین. الف و بی درست. الف و بی. الف و بی درست است. مطمئن است؟ بله مطمئن است. نه الف و جیم. یک دفعه فکر میکنم سایش درست است. الف و جیم است. مجیم. درست است. صبر درست است. زو حیاتین کس با قوی گپا. بله الف و جیم است انتخاب کنیم. پرندگان. پرندگان هم گرم است. بله. واسه جان شما الف و جیم انتخاب کنین. بله. جیم کنسل میکنه. جیم باش برتان انتخاب میکنه. جیم آها باش برتان انتخاب میکنه. صحیح شد. تایید کنین. تایید کنین. باش کمی جو حیاتین. صحیح شد. نه برتان جور کرده وره. خب گزینه دوم انتخاب شد الف و جیم. یک چیزی که ورخطا نشین در وقتی که پاسخ میگین خوب فکر کنین و 20 ثانیه را حداقل وقت بدین که بس شوا بعد زود انتخاب کنین. عبد 1500 به حساب امین نیک محمد و واصل میایا محصلین پانزه طبی کابل. اگر درست باشه پولشان مجموعاً میشه 40000 افغانی، اگر اشتباه کرده باشن 22500 میشه 16875 افغانی. و پرسش درجه حرارت کدام حیوانات تابع محیطشان میباشد؟ اول الف و بیر دوستا میگفتن که بعد از الف جیم شد. حالا ممیز الف و جیم بله خب الف و جیم درست است. حالا فکر میکنین کلتون بم یک صدا بله درست است. خب بعد از وقفه ما را همراه باشین ببینیم که دومین پاسخ دو سال درست است یا که خیر. دوستان بیام فرق لست سه ثانیه خبرانه دست تحصیل لوی اخترم مبارک شه او بیام زمونگ زنگری خبرانه ادامه داری. زمونگ سر دوستان واصل ده تب پانزی محصل دهی چه نمره کال دهی او پا مکتب کم دیر نمره وردی دی. نیک محمد کسی است که از افغان ترک فارغ شد، آریان افغان ترک اول نمره و شاگرد ممتاز افغان ترک بود و حالا محصل سال اول پانزه طبی پانتون کابل است و امین جانم یکی از شاگردان لیسه عبدالحی حبیبی بود که اول نمره عمومی از اونجا فارغ شدن و در کنکور هم بلندترین نمره رو داشتن که تانستن به پانزه طب کامیاب شدن. حال دیگه سه محصل پانزه طب با ما هست. دومین پاسخ که نسبتاً دیگه به رشته شما تعلق هم میگیره بیولوژی است همونطور است. پرسیده بودیم دوستا که درجه حرارت کدام حیوانات تابع محیطشان می باشد؟ پرسش ساده هست. دوستا بحث کردن الف و جیم گزینه های هست که هرسهشان 100% متفقن هستند. کمی درست است. بله جواب درست است الف و جیم. بسیار عالی. خب است درجه حرارت کدام حیوانات تابع محیطشان که می باشه و از ماهیان است و زوحیاتین است و همچنین یک خزندگان هم است که ما پرندگان آورده بودیم. باش ببینیم شما چی میکنین. اما درست انتخاب کردین 17500 به حساب دوستان و پولشان مجموعاً میشه 40000. از دو پرسش 40000. خب از یک قصه کنین که فضای پانتون طبی کابل چگونه هست و یکی از آرزوهای بدون شک از کل ما تعلیمین است که یک روز در اونجا راه بیافند. اما شمایی که راه یافتین چگونه یافتین نمی منزه؟
خب بدون شک بدون تلاش نمیشه همیشه با انسان باید پشت کار داشته باشه درس بخونه تلاش کنه که بخواد که به مقصد خود برسه ان شاء الله میرسه و دیگه اعتماد به نفس خیلی مهم است در امتحان کنکور اکثر شاگردا چون اعتماد به نفس نداشته باشن به رشته خود کامیاب شدن نمیتونن ولی اگه اعتماد به نفس داشتین ان شاء الله کامیاب میشین و خیلی که فضای سمی است تون تیبی کابل دوستا خیلی درس میخوان بچه‌ها همیشه لایق هست همیشه تلاش میکنن بسیار خوب و سیستم درسیتون چگونه است آیا با معیارهای بین المللی عیار است یا چگونه یک فاصله وجود داره یا نداره یا ما اپدیت هستیم چطور؟ بله سیستم درسیم به سیستم کردیت می باشه که به سطح جهانی است و استادان بسیار استادای لایق هستند که به درجه پوهاندی یا پروفسوری می باشند و کتاب هم انشالله که استاندارد است استاندارد است بله. مواد درسی و یا بله خب و شما تحصیلتان یک جای می باشین همیشه یا نیم آلو دیال یک جای شدین اکثرا یک جای می باشین مال شبکه ما نزدیک به هم نیست ولی اکثرا بعد از درس یک جای می باشین گروپ جور کردین بله گروپ مسئولین مجبور هستن که گروپ داشته باشن و به گروپی درس میخوانن در غیر از اون بسیار سخت میشه بریم با پرسش سوم دوستان خوب پیش میرن منتها بسیار دقت کنین با آرامی پاسخ بگین که ورخطایی نشه پرسش سوم امیر امان الله خان کواسه کدام پادشاه بود؟ الف امیر دوست محمد خان ب امیر محمد افضل خان جیم امیر محمد یعقوب خان پدرش حبیب الله خان پدرش نواز پدرکلانش امیر عبدالرحمن خان امیر محمد افضل خان است به خاطر که امیر عبدالرحمن خان فرزند امیر محمد افضل خان است 100% مطمئن است امیر دوست محمد افضل خان درست است به خاطر که افضل خان درست است حبیب الله خان پسرش است بله ب یک دفعه امیر فرزند دوست محمد خان اکبر بود محمد افضل خان درست است درست انتخاب میکنه انتخاب کنه امان الله مطمئن هستیم مطمئن است امین عبدالرحمن مطمئن است امین جان امین مطمئن است افضل خان بله امین دیگه از لحاظ شجره حساب میکرد که پدرها را پیدا کنه بالاخره برسه به یکی کواسه شوه خب بر صورت بی انتخاب شده امیر محمد افضل خان انتخاب شده بودین درست 16,000 به حساب شان میایه پولشان مجموعا میشه اگر درست انتخاب کرده باشن 56,000 اگر اشتباه باشه پرسش پاسخ سوم 40,000شان میشه 30,000 و پرسش یک از پرسش های جالب که به این گونه مطرح شده که امیر امان الله خان کواسه کدام پادشاه بود امیر محمد افضل خان را دوستان انتخاب کردن نیست گزینه درست و 100% واصل متقن است و بعد از او باز نیک محمد هم حساب کرد و امین در آخرین لحظات مطمئن شد کمی است همطور است؟ امین پیدا کرد و 100% مطمئن شد حالا کامپیوتر چی میگه؟ بله جواب درست است الف ب امیر محمد افضل خان بسیار عالی امیر امان الله خان فرزند امیر حبیب الله خان بود بله که یعنی از چهار پشت پادشاه بودند بعد از او باز امیر حبیب الله خان فرزند امیر عبدالرحمن خان بود و امیر عبدالرحمن خان فرزند امیر محمد افضل خان بود و امیر محمد افضل خان فرزند امیر دوست محمد خان بود یعنی از چهار پشت امیر امان الله خان برکلانایش پادشاه بودند و از اون لحاظ کواسه امیر محمد افضل خان کاملا درست است که میشه 16,000 افغانی به حساب دوستان میاد پولشان مجمعن میشه مجمعن 56,000 خب پرسش چندم؟ چهارم میشه دقت کنید به پرسش که انشاءالله از مرحله اول بدون اشتباه مقصم بگذاریم و مرحله بعدی هم ساده تر است اما یک کمک ذره تو باریکی یاد پرسش ها پیدا میشه پرسش چهارم ختم مرحله اول با این پرسش ابو هریره رضی الله تعالی عنه چند حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت نموده است الف 5365 حدیث ب 5368 حدیث جیم 5374 حدیث 5374
بله، گزینه جیم انتخاب شد در سانه های بسیار کم و دوستا معلوم میشه که از مو طرز انتخاب کردنشون که 100% متقن هستن دیده شوه. اگر درست باشه پولی که میاد به حساب امین نیک محمد واصل محصلین خانزه تیبی کابل 24,000 پولشون مجمعا میشه. 80,000 اگر اشتباه کرده باشن مرحله اولشان 56,000 شد میشه 42,000. دیده شوه مرحله اول چگونه عبور میکنن. پرسش ابو هریره رضی الله تعالی عنه چند حدیث را از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت نموده است؟ دوستان خواب کردن که میگن 5374 حدیث را روایت کردن و راویش بودن. چهارمین پرسش پاسخ گفته شده؟ اگر این درست باشه مرحله اول امین نیک محمد و واصل بدون اشتباه میگذرن دیده شوه بعد از وقفه که درست است پاسخ یا که خیر. دوستان دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه 100 ثانیه را شروع می‌بینین. عیدتان مبارک باشه. عید قربان مبارک. و دوستایی که با ما هستن، امین اول نمره عمومی لیسه عبدالحی عیوبی بوده که حالا محصل 15 طب است و خوبترین نمره را در کنکور داشته. نیک محمد اول نمره لیسه عالی آریان افغان ترک بودن که فارغ شدن از مکتب و با کنکور راه یافتن، از کنکور هم بلندترین نمره را گرفتن. حالا محصل 15 طب سال اولشان است و واصلا همچنان از زون مشرقی اول نمره کنکور بودن و راه یافتن به 15 طب کابل. حالا دیگر سه شان هم صنفی هستند و در اینجا در رقابت یک جای کوشش میکنن که پاسخ بگن. چهارمین پاسخ گفته شده و پرسیده بودیم که ابو هریره رضی الله تعالی عنه چند حدیث را از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت نموده است که دوستا انتخاب کردن گزینه جیم را، میگن 5374 حدیث درست است و در ثانیه های بسیار کم پاسخ گفته شده. آیا بدون اشتباه شاگردان ممتاز محسین ممتاز پانتون تی بی کابل میگذرن از مرحله اول یا که خیر؟ بله، جواب درست است. جی 5374. بسیار عالی، بسیار عالی. آمو خور کاملا درست و 5374 حدیث را ابو هریره رضی الله تعالی عنه از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کردن و نام اصلی ابو هریره عبدالرحمن بود. 24,000 افغانی به حساب دوستا میاد، پولشون مجموعا میشه 80,000 افغانی. مرحله اول عبور کردین، موفق باشین، تبریک باشه براتون. مرحله دوم آغاز میشه، سه پرسش است، 80,000 هر کدام ارزش است. دیگه شما باید یک تصمیم بگیرین که میرین پیش یا میگین نه پس است انتخاب. چون یه چانس هستم بگیم پیش بدیم بهتر است. پیش بدیم بهتر است. شده؟ تایید کنین. و مرحله دوم خوش آمدین نیک محمد، امین و واصل. مرحله دوم سختتر، چالش برانگیزتر و باریکی هایش هم زیادتر میشه. پرسش ها شاید یک گزینه، دو گزینه، سه گزینه باشه، ترتیبی شاید باشه، اما به با اندازه 80,000 یک ذره مشکل میشه. اما میتونین که پیش برین و سه پرسش هست، باز مرحله بعدی را درش باز کنین بخیر. اما 900,000 افغانی دیگه که از مرحله اول برآمدین این طرف هست، 900,000 افغانی دیگه که شما میتونین به دست بیارین. 240,000 در این مرحله است. در سه پرسش میریم به پرسش پنجم. دوستا شانس خوب. بیماری آلزایمر در کدام سال کشف شد؟ الف 1901 میلادی، ب 1906 میلادی، جیم 1913 میلادی. فکر کنم 1906 باشه. 1906. من جواب ندارم. من جواب نمی‌دم. 1906. شما معلومات دارین؟ من خودم معلومات ندارم. بگیریم 1906. شاید چون وقت میگذره اگه فکرام کنیم چیزی که یادمون نمیاد مهم نیست. 1906 هم میگیریم. 19 13 1906 به ذهن من خوب میخورد. خیر از بون شاید باشه. 1906 1906 بگیریم. تو کدوم نظریه داری بگو؟ من خود نمیفهم. وقت کم مونده؟ خب بگی، بیره بگی. بیره بگیم. خیر از سه چون ساری من است. انشالله خیلی انشالله. گزینه به انتخاب شد و آغاز مرحله دوم یک کمک ذره مشکل تر بود برای دوستا. دیگه متردد بودن و 100% متأکد بالای زی پاسخ نیستن، اما دیده شو که چی گونه است.
44800 به حساب شد. نه پولشون مجبور میشه اگر درست انتخاب کرده باشن 124800، اگر اشتباه کرده باشن 80000شون میشه 60000 و پرسش. بیماری آلزایمر در کدام سال کشف شد؟ سالش میگین چند است؟ 1906 میلادی. وقت برای شب تمام است، فردا شب ما رو دنبال کنین. و شب چهارم عیدم مسئولین پانزده طبی پانتون کابل، پانزده طب پانتون کابل خواهد بودن با ما انشاءالله که پیش خاطر رفتن و این پرسش هم یکم اگر دلشان نهو میکنه، خیربان که یکان چربی و میوه خوشگیاز زیاد خوردن دهید که دلشان نهو شد خوب است. و دیده شد که 1906 بوده که بیماری آلزایمر ده سال کشف شده، یعنی که پژوهش شده و بالاخره شناخته شده، یا که خیر سالش 1906. اگر شما علاقمند هستین 456 دایر کنین، به برنامه های عادی ما بپیوندین و معلومات خود شریک کنین. سربلندی ما در اتحاد ماست، سموگ تلولی زموگ پیوار کده تربیه خیلی چری خدای پامان تل دیوی افغانستان. به نام الله پاک و بینیاز، السلام علیکم و ویژه برنامه 100 ثانیه خوش آمدین. عیدتان یک بار دیگه مبارک باشه. اگر چه امروز چهارم عید بود، اما بازم عید است. هر روزی که ما شما آرام باشیم، خوش باشیم، ممو عید هست. مسئولین پانزده طبی پانتون کابل با ما هستن که تا به حال مرحله اول عبور کردن و مرحله دوم را منتظر هستن. من کوتا دربارهشان میگم. واصل جان از زون مشرقی افغانستان اول نمره کنکور بودن و حالا مسئله سال اول 15 طب هستن، بلندترین نمره رو داشتن در کنکور. با مکتب در مکتب هم اول نمره بودن. اول نمره عمومی فارغ شدن. خب در مکتب هم اول نمره عمومی فارغ شدن. از کدام مکتب بود؟ لیسه عالی روشان. لیسه عالی روشان ولایت لغمان. بله ولایت لغمان. بسیار عالی. و میان شاگردان ممتاز لیسه عالی افغان ترک نیک محمد اول نمره فارغ شدن و در کنکور راه یافتن و حالا دیگه مسئله طب هستن. و امین جانم از لیسه عبدالحی بی بی اول نمره عمومی فارغ شدن و مسئله سال اول 15 طب هستن، هم صنفی هستن و مرحله اول عبور کردن. حالا دیگه یک پرسش طبی را، چهارمین پرسش بود که ما مطرح کردیم که زیادتر بر رشته خودشان سر میخوره. بیماری آلزایمر در کدام سال کشف شد؟ ای بیماری شناخته شد 1906 میلادی میگن که درست است و حالا متوقع هستن یا نه بچه‌ها؟ مشوره کردیم دیگه متوقع هستن تقریبا ان شاء الله. تقریبا مطالعه کرده بودین نظامی؟ بله در سمستر ام ای پی سی بی که تیر شد خوانده بودیم که آلزایمر یک مریضی است که انسان حافظه خود از دست میده و حجرات مغز شکل یک گروهی میشه، یعنی جمع میشن حالت نرمال، یعنی غیر نرمال. بله اکثر دسنای کانسولی رخ میده. بله بار از 40 سالگی مغز خردتر میشه. بله بله مغز خردتر میشه. خدا نگاه کنه آدم از آلزایمر کارم بز بیخی یک چیز نمیشناسه کی بود کی شد. یادش میره پس زیادش میره برق کابل وارد دیگه میای میره. حالا خفاز خدا نمیره از زیاد وقت هست. از 44800 افغانی از این پاسخ برشان میایه یا که نه؟ نه خیر. جواب درست است الف 1901 میلادی. متاسفانه. آلویس آلزایمر یکی از دانشمندان بود در آلمان، روانشناس و عصبشناس بود که در سال 1901 میلادی تانست اولین مورد بیماری آلزایمر را کشف کنه. او هم در وجود یکی از خانمای که 40 سال داشت و همین مشکل آلزایمر داشت و تانست که این بیماری را کشف کنه و حالا به دنیا بشناسانه و دنیا درباره از این مرض بفهمه. و به نام آلویس آلزایمر که تخلصش بود، به نام آلزایمر مشهور شد. یعنی قدر این بیماری را دوست داشت این عالم که به نام تخلص خود سرزمین مرض گذاشت. اما مرض خراب است به خاطر از اینکه حافظه انسان اگر بره یک بار و انسان فراموش شد و بسیاری موضوعات باز بسیار سخت است که
آدم در جامعه زندگی کنه و در فامیل زندگی کنه بسیار سخت است. مریضی مشکل است خدا نگاه کنه. با دوستا سخت گذشتی پرسش برشان یک چند از آلزایمر پیدا شد. از 1901 میلادی را نگرفتن، از 1906 گرفتن، اما دو شانس دارن. تشویش نکنید. پول شانس 8000 میشه 2500 کسر، 2500 شان میشه 20000 که 60000 میمانه. خب بریم به پرسش ششمتان. حالا اگر فکر کنید که اشتباه نکردین، دو شانس را دارین. دقت کنید شانس دوستان نره. پرسش ششم: زرع پنبه در کدام صفحات افغانستان امکان پذیر است؟ الف شمال، بی غرب، جیم جنوب. شمال و غرب کدام صفحات گفته دو دانه؟ زرع پنبه در کدام صفحات افغانستان شمال و غرب است؟ بی و جیم درست است؟ بله، کشورهای ولایتی چون نیمروزی گپا میکنند غرب بی و جیم بگیر. زرع پنبه کدام صفحات افغانستان؟ در شمال پنبه میگه در شمال بدخ چی؟ در جای میشه کرد زیاد باشه ایرم در شمال و جنوب بگیریم چطور است؟ شمال و غرب درست است. شمال و غرب درست است. بله. جنوب و غرب فکر کنم باشه. فکر نه شمال خواهد من است. غرب و... شمال خواهد فیصد است. جنوب شک دارم که است یا نیست. من شمال و غرب خواهد من است. من سر جنوب شک دارم. نه که جنوب نیست. جنوب غرب نیست اما. در لوگر کم کم میشه. وقت کم از جنوب غرب فکر کنم باشه. نه جنوب غرب نیست. شمال و غرب بگیرم درست است. پول ما نیم نشه مقصد؟ در جنوب کم شرک دارم. هر سی سوال انتخاب نکنیم؟ شما رو غرب میگیریم این شوال ها کسایی است. خب اگرچه من هر سی شما رو بگیریم الف و بی؟ بله بگیریم. تایید کنیم بچه ها؟ دیده شوال که درست است یا نه؟ پرسش ششم، پاسخ ششم. 22700 27200 به حساب دوستان میاد پرشان مجموعن میشه اگر دوست میخواب کرده باشن. 87200 اگر اشتباه کرده باشین خدا نخواسته، اشتباه دوم خواهد بود 60000 تا 30000 میشه. و پرسش: زر پنبه در کدام صفحات افغانستان امکان پذیر است؟ پرسش از مضمون جغرافیه و دوستان انتخاب کردن میگن شمال و غرب. درست است، جنوب هم سرش بحث کردن اما جنوب انتخاب نشد بنابرای دلیل ایزی که میگن نیست و اما شک دارن دوستا. واصل خودت شک داری؟ بله من شک دارم که جنوب صحیح باشه؟ بله جنوب. بچه شما ندارین شک؟ شک داریم سر جنوب. شک داریم خود سر الف و بی بسیار مطمئن است. حالا شمال و شمال و غرب درست است؟ یا خیر؟ بله، جواب درست است الف و بی. کاملا درست. یک بخش دیگه افغانستان هم میتونه که پنبه اونجا زر شوا. کجاست؟ شرق. شرق است. بله، شمال، غرب و شرق. جنوب نبوده؟ جنوب هم متعورده بودیم. گفتیم باش شما چی میکنین که دقیقا خوابش کردین که یعنی جنوب نگرفتین اما شمال و غرب گرفتین. شرق هم است که مناطق افغانستان برای زر پنبه مساعد است. 27200 افغانی به حساب دوستان میه پولشان مجموعه میشه 87200. خب از این قصه کنین که چند مضمون دارین، چند سمستر دارین و مضامین مختلفی که دسته بندی شده در این سمستر ها. سمستر پاینت ده سمستر میباشه به شکل تیوری میخونیم. خب واسه یک سه سمستر هم به شکل استاج. مضامین فلحال سمستر قبلی هم سمستر حالا هم هفت مضمون است ولی کتابش زیادتر است چون بعضی مضامین دو یا سه کتاب داشته باشه. در ضمن از اون بعضی مضامین است که به شکل عملی کار میکنیم. مضامینتون چی از در سمستر اول؟ سمستر اول عمل پی سی بی چون از نوش پیداست، فیزیک، کیمیا، بیولوژی پی سی موضوع میباشه ولی بهتر از او بعضی مضامین دیگه مثل استولوژی و آناتومی که خیلی اساسی است، فارماکولوژی گپا اضافه میشه برش. بسیار عالی، بسیار عالی. و استادا همش افغان هستن؟ بله استاد همش افغان هستن. اکثر گفته اصول جان به درجه پوهان هستن و بعضیشان ماستری خود دکتری خود از کشور خارج گرفتن چون ژاپن پس کشور دیگه و ما درس میدن. خیلی سوال لایق هستن. بسیار عالی، بسیار عالی. همین خوب است که کادر خود ما هستن و انشالله که در همه پانتونای افغانستان کادر علمی خود افغانستان باشه، افغانای عزیز ما باشه، استادای گرامی همش افغان باشه و درس بدن چون زیاتر ارتباط برقرار شده میتونه و زیاتر
درک کرده میتونن و مو درس به شیوه بسیار خوبش میرسن و ان شاء الله که به اون روزان بخیر میرسیم. الله استاد خود کفا شده رئیسیم از این طریق ان شاء الله. و بدون شک افغانستان یک از کشورهایی است که در وقت بسیار کم یک رشد بسیار قابل ملاحظه را در عرصه تحصیل و درس یا داشته که ایره هیچ وقت ما چشم کوشی از هیچ نمیکنیم و همه گی علاقمند هستن که ماستری بخوانن، دکترا بگیرن و یعنی به تنها به لیسانس بودن هم بسیاری کسا اتفاق نمی کنن که بسیار یک گپ نیک است. بریم به پرسش هفتمتان. بعد از وقفه پرسش خواهد دیدیم، با این پرسش مرحله دوم ختم میشه، اما سه پرسش خطرناک دیگه در مرحله دو مرحله آخر باقی میمونه که قد خود 660 هزار افغانی هم دارن. بعد از وقفه دوستان ما رو دنبال کنین. پرسش اخیر مرحله دوم، دوستان دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه 100 ثانیه را از سلو میبینین و ویژه برنامه ما هست به خاطر عید قربان و محصلین پانزده طبی پانتون کابل را دعوت کردیم. پانزده طب که همیشان نام خدا در کنکور بلندترین نمره را داشتن و راه یافتن به پانزده طب، همچنین فی هستن. با پرسش هفتم منتظر هستیم. با این پرسش مرحله دوم ختم خواهد شد، اما بسیار دقت کنیم که خدا نخواسته شانس از دست ندیم که باز مرحله بعدی براتون دشوار نشه. پرسش هفتم چی است؟ ذخایر نفت افریقا در کدام کشورها موقعیت دارد؟ الف الجزایر، ب نایجیریا، ج گابون. درست. الجزایر و نایجیریا مطمئن هستم، اما گابون من مطمئن نیستم. گابون است. الجزایر و نایجیریا گابون. بله. الجزایر و نایجیریا هست مطمئنن. بله. الجزایر و نایجیریا به نظر من گابون. الف و ب انتخاب میکنم. من 60% سر گابون شک دارم. یعنی شاید گابون باشه. احتمالش هست. ما 50% مطمئن هستم. ما گابون نشنیدیم. الجزایر و نایجیریا به نظر الجزایر و نایجیریا صحیح است. همین انتخاب میکنیم. مطمئن هستیم؟ بله. چانس نداد هستیم. خب. انتخاب شد گزینه الف و ب. حالا دیده شد که درست است یا نه. اگر صحیح باشه پولی که میه به حساب دوستا 53600 است. پولتان مجمعا میسازه 140800. اگر اشتباه کرده باشین خدا نخواسته 87000 تن میشه نیم 43600. پرسش: ذخایر نفت آفریقا در کدام کشورها موقعیت دارد؟ که دوستان انتخاب کردن میگن الجزایر و نایجیریا. نایجیریا درست است. دو گزینه الف و ب. اساس این پاسخ است به خاطر از اینکه مرحله بعدی درش باز میشه و آسان تر میباشه برای دوستان. اگر اشتباه کرده باشن اشتباه دوم خواهد بود. هر سه گزینه درست است. بله متاسفم. خب متاسفانه که اشتباه دوم شد و برای گزینه‌ای که شک داشتین انتخاب نکردین که گابون هم شامل از این کشورها بود. ذخایر نفت آفریقا در کدام کشورها موقعیت دارد؟ الجزایر، نایجیریا و گابون که پایتخت گابون لبرویل است، یکی از کشورهای آفریقایی است و متاسفانه که شکم داشتین اما متاسفانه انتخابش نکردین. گابون بس انتخاب میکردیم. من چون عرصه گزینه یادم بود چون در کتاب سنف 11 بازم از این کشورها زیاد نام گرفته ولی دوستای ما گفتن نخواد باشه. خیلی در صورت خب اگر مشکل تر شد و پولی که داشتن دوستای ما 87200 افغانی میشه نیم 43600. با یک شانس کار دشوارتر میشه اما ناممکن نیست. سه پرسش دیگه باقی مانده دو طرف قضیه و 660000 افغانی هم پول باقی مانده. میرین یا میگن نه بس است همین 43000 انتخاب؟ بریم پیش یک پس که میپذیریم مرچک شد تا قلب مطمئنن که زیاد پیش نخواد. بریم بازم انشالله. بریم پیش. بسیار خوش آمدین به مرحله سوم برنامه 100 ثانیه. دو پرسش 130000 و 260000 این مرحله داره و بدون شک پرسش ها مشکل تر از مرحله دوم میشه. مشکل یک مرحله بالا میریم اما ناممکن نیست و بسیار دقت کنین. تجربه ای که از مرحله دوم گرفتین و تجربه را تکرار نکنین. با چیزی که بالای چیزی که شک دارین باید زیادتر بحث کنین که
اما درست است یا که خیر؟ 43,200 یا میره به پول 500,000 از او بیشتر، یا که خدا نخواسته اگر احتیاط نکنند و دقت نکنند صفر خواهد شد. بعد از وقفه ادامه برنامه 100 ثانیه و آغاز مرحله سوم. دوستان به مخارق لست، لوی اخترم و یو زلبیا مبارک شه. تاسی زمونگ زنگری خبرانه گوره ای. امین مسئله 15 طب است، از لیسه عالی عبدالحی حبیبی فارغ شده و نمره عمومی، و نیک محمد از لیسه آریان افغانتر فارغ شده که اول نمره فارغ شدن و در کنکوران بلندترین نمره داشتن، و واصل اول نمره زون شرق افغانستان از ولایت لغمان از یکی از مکاتب که به نام روشن است فارغ شدن و در پانتون طبی کابل راه یافتن. مسئله طب هستن دیگه. خب معمولا استادایی که بر شما درس میدن بعض شوخی ها در بین محصلین و استاد یا میباشه در صنف، یا بسیار هم تو جدی کلگی، اگرچه حقوق شاید هم تو باشه، اما پانزه طب چیگونه است؟ فرق میکنه، بعض استادا سلوکشون فرق میکنه، ولی اکثر استادای ما فضای سمی میره ایجاد میکنه در صنف، کوشش نمیکنن سر شاگرد یعنی سیاست کنن. و امین خود چطور راضی هستی؟ راضی است، مواد بهترین رشته است و بهترین پوهنتون کابل است. 100% و امی که شوخی ها نباشد از صنف هم باز بسیار به نمک میشه نه؟ بله. خب بریم خیلی به پرسش هشتمتان، آغاز مرحله سوم. دقت کنیم چانس بود. چند ولایت افغانستان با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان همسایه است؟ الف 6 ولایت، ب 7 ولایت، جیم 8 ولایت. 6 ولایت فکر کنم باشه. حساب کنیم. بدخشان، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، قندوز. قندوز نیست. تخار. قندوز است. قندوز است چرا نیست؟ تخار. شیر بندر شیرخان. چند شد؟ چند شد تواله؟ قندوز، بدخشان، مزار، جوزجان، فاریاب. یکی تون حساب کنیم. فاریاب، بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، هرات. 7 ولایت بنظر. 7 ولایت. شده کلایت دیگه هم باشه ما نفهمیم؟ نیست. مشت ولایت نگیریم. خیر بس میکنیم جاتر. قندوز از تخار نیست. بدخشان با سر میگیریم هرات. تخار خیرش ولایت میشه. بدخشان، قندوز، تخار، هرات. شبرغان است. شبرغان همون جزجان است. جزجان شبرغان مرد. مزار است، فاریاب است، هرات است. هشتا شد. هفتا شد. هفتا. از سر یک نفر حساب کنیم که. بدخشان. حساب کن. تخار، بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان. 7 ولایت. 7 ولایت. ان شاء الله کارتوس. فرمایید. 7 ولایت بالاخره انتخاب شد و چند بارم بحث کردن و چند بارم حساب کردن. که بین 8 و 7 زیادتر پاسخ می اومد، اما 7 دقیق ترش است. انتخاب شد. آرام شک دارین بالای 7 تا 8؟ بله شک دارم. بله بالای تخار 7 است. خب حالا نتیجه رو می‌بینیم. اساس این پاسخ است به خاطر پیشرفت دوستا به مرحله بعدی. تخار 43300 به حسابشون میاد. پولشون رو مجموعاً می‌سازه اگر دوست انتخاب کرده باشن. 83900 اگر اشتباه کرده باشن خدا نخواسته. 43600 میشه. 0 و پرسش. چند ولایت افغانستان با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان همسایه هست؟ پاسخی که ما پرسشی که ما پرسیده بودیم و پاسخی که دریافت کردیم 7 ولایت میگن درست است بعد از بحثی که صورت گرفت. صحیح است یا که خیر؟ نه خیر. جواب درست است جیم 8 ولایت. بله 8 ولایت. متاسفانه و بدبختانه بزنه 8 درست بوده. کمی دیگه بحث میکنم انشالله میافتیم ولی یک بار یافتین ما تمو لابلای گپایتون یافتم که 8 انتخاب حساب کردیم و 8 هم شد، اما دوباره سه بار دیگه 7 حساب کردیم. دو نفر گپ زدن دو سه نفر، یک نفر اگه حساب میکرد
درست میمد. از او لحاظ است که امی حسابتان دقیق نبود و یکی متردد شدین، زودتر زودتر میگفتین ور خطا بودین که هفت میشه یا هشت میشه، اما هشت حساب کردین. متاسفانه که هشت انتخاب نکردین. خب به هر صورت ولایت که شما حساب میکردین و گفتین ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و هرات کشتم. آمی بادغیس هم گفتین یا نگفتین؟ من این فهم خب منطقه شما به هشت رسانده بودنش. خب بادغیس از یادتان رفته بود. پولی که داشتن دوستای ما 43600 میشه صفر، اما بسیار فوق‌العاده گروه لایق بودین تا هشتمین پرسش پیش آمدین. یعنی دو پرسش دیگه باقی مانده بود که مرحله را سازانه ختم شود، اما پرسش ها بدون شک مشکل بود و سخت بود، اما دیگران باریکی داشت. خب امین جان، نیک محمد جان و واصل جان، بسیار خوش آمدید. مسد ثانیه زنده باشین. مطلب پول نبود، ما خود ما خواستیم یک بار چانس خود بیازمیم. بسیار خوب کردیم، از خاطر خواستیم ریسک بپذیریم در حالی که میتونستیم مرحله دوم استاپ کنیم. ولی به هر صورت خیلی خوش شدیم. بسیار خوش آمدین، موفق باشین، سلامت باشین، کامگار باشین و انشالله به خیر به آرزوهایتان برسین و به سلامتی و خیر پانزده طب خلاص شوه و مزدر خدمت شوین به همشهری ها و همتنهای ما. زنده باشین. دوستایی بود برنامه ویژه ما با محصلین پانزده طب پانتون طبی کابل و موفقیت برشان آرزو میکنیم. شما مگر علاقمند هستین که بیان به برنامه ما، به برنامه ویژه ما، به برنامه عادی ما، 456 راهش هست که دایر کنین و خود از ثبت نام کنین. سربلندی ما در اتحاد ماست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، وقت بخیر، زنده باد افغانستان.